چی فرمودید؟ بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سایه مال نوره، نور لازم نی خورشید باشه. اگر اول صبح قبل از طلوع آفتاب که خورشید هنوز پیدا نیست، طلوع نکرده اما نور هست، آدمی که یه جایی وای میسه سایه داره. نه، در نور سایه هست. الان همینجا کسی یه طرف چراغ باشه یه طرف نباشه، تو همینجا وایسه سایه داره. سایه مال نوره، خورشید یکی از نور هاست. نه، لا یرون فیها شمسن، لا یرون فیها شمسن میگوید که خورشید نیست تو بهشت. اما دلیلی که میگه سایه هست، فی ظلال علی الارائک، این ظل سایه فقط مال خورشید نیست، مال نوره که در خورشید هست، در غیر خورشید هم نور هست. یعنی تنافی نداره. بله، نه، این آیه ما سلککم فی سقر در سیاق آیات کفاره و همین آیه یکی از ادله مشهوره که میگن کفار مکلفه فروع هم هستن. در سیاق اون یعنی به کفار میگن شما که تو دنیا بودید چرا تو جهنم آمدید؟ حالا میگن چند تا سبب داره، یکی دیگه نماز نمیخوندی. خب اگه کفار مکلف به فروع نباشن، برای نماز نخوندن که سقر و جهنم نمیرن. نه، در سیاق آیات کفار این آیه ممکنه، اما آیه در سیاق کفار اون از جهت دیگه است. میتونه ایمان بیاره یا نمیتونه؟ پس قدرت داره. مشروط صحت مکلف به صلات است. این صلات مشروط است به چیزی که این قادر برش هست. اگه قادر نبوده نه، نمیره جهنم. جاهل قاصر استحقاق عقاب نداره. اما اگه مقصر بوده، چه عالم ببخشی چه جاهل، مقصر باشه چه عالم باشه، این مستحق عقوبته. بله بله
آها. اصلا در سیاق کفار من ترک الصلاه فقط کفر در چند جای دیگه هم هست، در زکات هم هست، در جاهای دیگه هم هست. این کفر، سه تا کفر ما داریم. نه در سیاق کفار خارج از دینه، کفر نعمت هست و من کفره در حج. حالا این کافره یعنی احکام کفر رو داره کسی که تارک الحجه؟ نه، تو آخرت در صف کفار محشور میشه. در سیاق قرینه است. حتی روایاتش هم ببینید، روایت در آیه مال کفاریه که یا اهل کتابن یا مشرک هست. خود سیاق ظهور درست میگه، این ظهور حجت میگم. همین دلیل مشهور بین فقها اینه که کفار به همه فروع مکلف هستن، فقط فروع مشروط به اسلامه و اسلام مقدوره، شرط غیر مقدور نی. روایت خاصه داره در تفسیر این آیه، عبسه که نداره که پیغمبر عبسه. بسم الله الرحمن الرحیم، عبسه کی نداره که پیغمبر. تو روایت خاصه داره که یکی از بنی امیه است این که عبسه و تولا انجاه الاعمى. بله، روایت خاصه میگه یکی از بنی امیه بوده در خدمت پیغمبر. چی؟ بله، این تنافی داره با احسن الخالق، ببخشید، انک لعلی خلق عظیم و آیات دیگه. اگه بگیم راجع به پیغمبر صلی الله علیه و آله، در زن زوجه، یعنی اگر زوج شوهر مرد، زوجه از تمام منقولات ارث میبره. و اما از غیر منقول، اون غیر منقولی که مورد معونه زوج بوده، یعنی باقی که مورد استفادهش بوده، نه باقی که تجارتش بوده، خانه‌ای که توش نشسته بوده یا فرزنداش و مهموناش اونجا میورده. اما اگر یه بنگاهیه که 10 خونه داره میخره و میفروشه، نه، زن از همه اونا ارث میبره. ادله ارث مطلقه، زن را هم میگیره، چه منقول چه غیر منقول. فقط در روایات خاصه استثناء شده زمین، اونم زمین نسبت به اون چیزی که مورد معونه زوج بوده، قدر متیقنش اونه، نه هر زمینی. اگه باقی بوده که این درش میرفته میمده، خودش زن و بچهش مهموناش استفاده میکردن، آه، از زمین اون باغ نمیبره. خونه‌ای که توش زندگی میکرده شوهر، زوجش از زمین اون خانه ارث نمیبره، از قیمت غیر زمین، در و دیوار و اینها، میوه ها به قول شما، باغ، درخت های باغ، از اونها ارث میبره. در چی؟ بله،
غیر خود زمین. نوعاً نمیگن، بعضی نادر گفتن، یعنی مشهور شهرتاً عظیمه من المتقدمین و المتأخرین، اینه که زوجه از زمین ارث نمیبره. بله بعضی نادر گفتن ارث میبرن، بعضی هم احتیاط کردن که مصالحه کنن. بله بله بله. ببینید نحن ابناء الدلیل، قرآن یعنی ما بین الدفتین، یعنی از اول سوره حمد بسم الله تا آخر سوره ناس، قرآن یعنی این متبادر از هم همینه. اگه به کسی اجرت دادن که قرآن بخونه، این معنیش نیه یه سوره بخونه یا یه آیه بخونه، یعنی کل قرآن. وقت مثل ما میمونه که اطلاق بر یه قطره میشه، بر دریام اطلاق میشه. قرآن از ادله دیگه استفاده میکنیم، بر یک دونه آیه هم قرآن گفته میشه، چون قرآن در لغت ما یقرأه یعنی چیز خوندنی، یعنی نه دیدنی، گوش دادنی اینا. وقت ما یقرأ به تبادر روی کل قرآن گفته شده، اما آیه شریفه داره بله و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تو روایت داره مقصود از این کلمه قرأت القرآن، از قرآن در این آیه مقصود یه دونه آیه است فقط. آره خب چه اشکال داره؟ در ما لغتاً اطلاق بر کل و جزء میشه، در اینجا به خاطر دلیل شرعی آیه قرآنه. میشه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره بگیم؟ فکر عقبه پس چیه؟ همه جا هر جا علاقه جزء و کل باشه، یعنی جزء و کل باشه، اطلاق کل بر جزء، این مجازه اما متعارفه. در ما چرا اونم هست؟ ها حقیقتا گفته شاید ایشون استفاده اشتراک کرده، چون علاقه ما ملتزم نیستیم هر کی هر چی گفت اینو باور داشته باشیم. نه ببینید، ببینید ما مشترک لغوی داریم که اطلاق شده بر این و بر اون مستقلن. ایشون اگه این فرمایش که ازشون نقل میکنید معناش اینه که مشترک لغویه، یعنی مشترک لفظیه. اما این غیر اطلاق الکل علی الجزئه. این باید نه ما مستقل در نظر بگیریم نیست، باید لغتاً مستقل ذکر شده باشه، یعنی استفاده شده باشه در لغت عرب، تا اینکه اطلاق علی نحو الاشتراک اللفظی باشه.
این باید از لغت استفاده بشه، باید از تبادر اندل عرب استفاده بشه. خب اما این آیا از باب جزء و کله آیا یا اینکه مشترک لفظیه؟ این فرق میکنه. مشترک اون جایی هم که جزء و کله، مجاز مشهور، مجاز معروف، اون هم اشکالی نداره، گیری نداره. یعنی مشترک لفظیه، این باید از لغت استفاده بشه. حالا اگه یک کسی گفت فکر رقبه، رقبه مشترک لفظیه بین خود انسان و رقبه، چیه جوابش؟ جوابش نه، از لغت هم چه استفاده ای نشده. ببینید وقتی که برداشت اهل خبر فرق میکنه، خب این دلیل خودش داره، اون دلیل خودش، هر کسی هم طبق باور خودش عمل میکنه. خب میشه مجاز. اگه اطلاق کل بر جز شد مثل فک و رقبه، این میشه مجاز. اما از مجازات مشهور است، زیاد هم هست. یعنی ببینید، یا باید بگید مشترک لفظیه، یعنی عرب دو بار وضع کرده، مثل عین را که چند بار وضع کرده، وقتی دلیل میخواد مشترک لفظی. اگر نه جزء و کل علاقه، جزء و کل علاقه معروفی هم هست و زیاد هم مثال داره. میدونم دلیل میخواد. خب ببینید، مسئله عقلی که نیست، مسئله اعتباریه، اعتبار لغته. باید ببینیم لغت چجور اعتبار کرده. یه جایی برای جزء و برای کل دو وضع کرده میشه مشترک لفظی، یه جایی نه، برای کل وضع کرده در جزء توسعا مجازا به علاقه الجزء و الکل استعمال میشه. و ما باید ببینیم از لغت چی برداشت میشه، این اعتبار لغوی چجوریه؟ بله. سلام علیکم، اهلا و سهلا. نعم. بله. بالمقدار الممكن لا يجوز. القرآن الكريم يقول قو يا أيها الذين آمنوا قو، يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم. يجب على الوالدين أن يحفظوا أولادهم عن الانحراف والانجراف إلى الضلال، فبالمقدار اللي يمكنهم لا يجوز التسليم. أي إذا ما يمكن خش يسوي؟ بلا شك، قوا أنفسكم بالمقدار الممكن على الوالدين حفظ الأولاد. الحل بالمقدار اللي قدر عنده لازم لي يستسلم، أما إذا ما عنده قدرة خش يسوي. شلون؟ تعهدنا بثبت على
شيء. اي لا لا، الأولاد يتبعون آباءهم في الإسلام والكفر لا للمربي، وإذا كان الوالدان أحدهما مسلم سواء الأب أو الأم، الولد سواء بنت أو ابن يتبع أشرف الأبوين الإسلام. إذا الأبوان كلاهما كافران هذا الابن محكوم بالكفر إلى أن يبلغ، إذا بلغ وكان رشيدا واختار الإسلام فبها، وإلا يكون كافرا. أي بل وما نا شکی نیست از روایات متواتر استفاده میشه که این 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین خدای عز و جل همه چیز را تحت قدرتشون قرار داده، همه کار میکنن اما به اذن الله. فقط چیزی که هست در خلق و رزق این دوتا، حضرت الله علیه السلام نهی فرمودن که به ما نگید خالق، به ما نگید رازق. این گفته نمیشه. عرض کردم مثل اینکه در قرآن کریم خدای عز و جل فرموده اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زراعت کردید، خدا میفرماد یا ما زراعت کردیم. تو همه سبب همه اشیاء خدای عز و جل. مع ذلك با اینکه خدا فرموده ام نحن الزارعون، نمیشه به خدا یکی از اسماء الله الحسنى زارع نی، جایز نی اصلا بگیم یا زارع، به خدا میگیم یا خالق یا رازق یا الله یا رحمان یا رحیم، اما جایزه بگیم یا زارع؟ نه، حرامه، چون اسماء الله توقیفیه، منافات نداره. یک چیزی یه حقیقتی باشه اما در این حال اطلاق یک لفظ خاصی جایز نباشه. آره اشکال نداره. نه در طوله، همین شکلی در طوله. اونم گاهی این، گاهی این میدونم، اما خالق نمیشه گفت، خالق نمیشه گفت. با اینکه قرآن کریم نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده است که نقل از حضرت عیسی اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، اما جایز نیست به عیسی بگیم خالق، جایز نیست، منافات نداره، این حسب ادله شرعی است دیگه. چی؟ خودش تو قرآن فرموده. اما خالق نمیشه گفت، مگر خدا تأیید نکرده فرمایش حضرت عیسی را که نقل فرموده در معلوم شکی، چون خدا مختار کرده بشر رو، بشر خلق میکنه، اما بشون به غیر خدا نمیشه گفت خالق. چرا؟ چون حضرت رضا فرمودن اما الخلق و الرزق فلا، نسبت به ما ندید، دلیل خاص داره. همین یعنی مربوبا، نه رب، رب نیستن. نزلون علی ربوبی یعنی رب نیستن، خدا رب، تنها خداست رب واقعی و حقیقی.
الملك خالق يعني أنت ما تسوي، أما ما يقال للعبد خالق، يسوي ما يخالف، أما لا يقال لهم خالق له ولا يقال له رازق، هذا لا يجوز. سلام عليكم. کی؟ بله. ببینید کسی که خیال میکرده این شربت پرتقال نعوذ بالله این شراب حرامه، یقین داشت و این را خورد و واقعا این حرام نبود، یه حرام کرده، این آدم آدم بدیه، اما این کار حرام کرده. لهذا مشهور بین فقها اینه که تجری حرمت عقلی داره نه حرمت شرعی. اون شربت پرتقال خورده نه، حرام، خیال میکرده حرام، یقین داشته، اما جهل مرکب بوده. وقتی حرام نکرده این مستحق عذاب نیست، شرعا مستحق نیست، ولی حالا تجری حرمت عقلی داره نه حرمت شرعی. و فضل خداست بر نیت. شما اگه نیت کردید حج برید، نشد برید، روایت دلیل خاص داره، ثواب حج براتون می نویسن. اما اگر یک کسی نیت کار حرام کرده و نتونست بکنه، این فضل خداست که اونجا عقاب نمی کنه، اینجا اجر میده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وَمَا